این سوال یاسر ما جواب بدیم. من منظور سوال یاسر رو خیلی متوجه نمیشم ولی جواب بدیم. تئوری توتی چقدر به آزادی بیان لطمه میزنه و چقدر میتونه به آزادی بیان کمک کنه؟ من میگم تئوری توتی که وقتی خیلی شدید میشن بهونه میدن به کسایی که میخوان سانسورشیپ زیاد بکنن. متاسفانه به اونا خیلی ببین ما متاسفانه تئوری توتی هر چقدر مزخرف باشه ما باید بهشون این حق رو بدیم که این توریاشون رو بگن. ما میتونه نمیدونم چجوری میتونه با آزادی بیان باشه تمرین برای کسایی اینجوری میتونه به نفع آزادی بیان باشه برای کسایی که ما که طرفدار آزادی بیان هستیم به ما نشون میده که کیا واقعا طرفدار آزادی بیان هستن. آیا ما دفاع میکنیم از بیان عقایدی که به شدت ازشون متنفریم که نشون بدیم که واقعا به این شدت طرفدار آزادی بیان هستیم؟ ولی بیشتر... کلا لطمه میزنه به نظر من. یعنی اگه 100% ما باید بهشون اجازه اینو بدیم و حتی خودمون واسه خودمون مهمه که به مردمی که به اینا باور میکنن به اینا نشون بدیم که این واقعیت نداره که مثلا یهودیا پشت سر هر بدبختی که توی خاورمیانه داره به وجود میاد پشت اینا نیستن. مثلا تو هر کشور اسلامی هر بدبختی بشه اگه بری باشون مصاحبه کنی با هر کس خیابون مصاحبه کنی میگن که اسرائیل یهودی هست که این کار کردن. و خب 100% این چی میگن رشد دموکراتیک و آزادی بیان رو کمک نمیکنه اینی که مردم به این توطئه ها باور دارن. بله. ساحلا الان داره میگه ولی همین الان هم دولت ها نمیخوان جمهوری اسلامی بره. خب بله نمیخوان بره برای اینکه دفعه اول دیدن که یه حکومت رو برداشتن یکی دیگه اومد چقدر بدتر شد الان دیگه خیلی اعتماد ندارن که دوباره اون دوران زمانی که میومدن عوض میکردن خاورمیانه رو دیگه گذشت دیگه میگن ما با بعدش هم ما اینا نمیخوایم خود ایرانی ها نمیخوان که اینو بیان عوض کنن که شما میخواین یعنی حتی الان تحریما رو هم نمیخوام. من خودم تحریما رو قبول دارم ولی اینه که آمریکا یا کشور دیگه بیاد ایران رو با ایران جنگ میکنه ما میخوایم؟ نه من نمیخوام. من چیز موضوع اینه که اینا توی محاسباشون کردن اینه که خب این جمهوری اسلامی بعد خوششون هم نمیاد دوست داشتن بهتر بود ولی از اینکه بردارن فکر احساس میکنن که انقدر خر تو خر میشه که دیگه کنترلش کاملا از دست میره. یعنی همچین فکری میکنن. یعنی من نمیگم حرفشون درسته ها ولی من میگم تو محاسباشون اینه که خب دوست داشتن جمهوری اسلامی یک کشوری بود که البته نه آمریکا احتمال بستگی به ببین ما نمیتونیم درباره این کشورها یه جور صحبت کنیم که انگار همشون یکی فکر میکنن. خب نفرن. ببینیم مثلا توی مثلا آمریکا رو حساب کنیم. آمریکا این که مثلا کسایی که تو آمریکا اسلحه فروشی میکنن دوست دارن یه ذره با ایران دوست دارن جمهوری اسلامی باشه دوست دارن یه ذره دعوا بیشتر باشه که اینا بتونن اسلحه بفروشن. ولی خب مثلا یه کشوری مثل KPMG یا گوگل خب این دوست داره مثلا آمریکا با دولت آمریکا با ایران دوست بشه که اینا بتونن برن اونجا یک بازار بشه براشون دیگه. یعنی بستگی به کی رو خب اینا همشون هم رو سیاست آمریکا تاثیر دارن. خب یعنی ما وقتی میگیم آمریکا باید بگیم کی تو آمریکا، اون وقتی میگیم انگلیس باید بگیم کی تو انگلیس، وقتی میگیم اسرائیل باید بگیم کی تو اسرائیل. اینا همشون به هم یه فکر نیستن، اینا نظریاشون کلی با هم تضاد داره. یکی این یه چیز دیگه من بگم، ما خیلی میخوام بگم خیلی دارن هی میگن که خب اعتماد میتونیم بکنیم اعتماد نمیتونیم بکنیم. من اعتماد نکردن و بعضیا خیلی با تو بهونه برای توهین کردن یکی میدونن. خب شما اعتماد نکنید، شما خیلی مشکوک باشین، اتفاقا خیلی استراتژی خوبی هم هست که اعتماد نکنید، ولی اعتماد نکردن با توهین بی خود زدن خیلی فرق داره. اگه شما توهین بی خود به یه نفر بزنین ما بیان بگیم خب ما توهینتون رو نمیتونیم باور کنیم، بعد میام میگه پس تو اعتماد میکنی بدون الکی. نه من اعتماد نکردم ولی این معنیش نیست که من بیام توهین تو رو قبول کنم. به تو هم که توهین میکنی اعتماد ندارم. خب یعنی آره واقعیت اینه که دنیا پیچیده‌تر از اینه که ما فقط بیایم بگیم که تقصیر این کشوره یا تقصیر اون کشوره. و واقعیت هم اینه که مردم میان میگن که آره آمریکا کاری میکنه که واسه خودش خوب باشه. خب آره درسته آمریکا
خود ترامپ هم بهترین چیزی که توی این وقتی که نشسته بود میگفتش که آره ما 100% به خودمون فکر میکنیم، ما اول آمریکا رو میبینیم. مشکل اینه که خب ما باید ببینیم که ایران هم و کشورهای خاورمیانه هم اونا هم باید خودشون رو اول ببینن. مشکل ما اینه که دیکتاتوریایی هستن که توی این کشورها قدرت دارن که خود مردم ایران رو اول نمیبینن. اصلا مردم ایران نصفشون از کرونا بمیرن خامنه ای واسش مهم نیست، ولی تو همچی کشور مثل آزاد و دموکراتیک در آمریکا نمیتونن این کارو بکنن. و مهم اینه که ما اگه که ما میخوایم واقعا آزادی خواهی و دموکراسی رو به ایران بیاریم، لااقل سعی کنیم که توی بیرون از کشور که هستیم در کشورهای آزاد زندگی میکنیم، لااقل بتونیم بین خودمون همدیگر رو بتونیم تعامل بکنیم. این به نظر من خیلی مهمه. حالا حتی نه. اگه حتی مشکوکم به همدیگه هستیم، میتونیم بشینیم با همدیگه صحبت بکنیم و فوش ندیم یا تهمت نزنیم. این مهمه. درسته. یاسر میگه بعضی توهمات توی جامعه ایران خیلی شایع هست، مثل اینکه ایرانی ها باهوش‌ترین مردم دنیا هستن. اینا چی؟ اینا برعکس توهم توطئه هستن فکر کنم. منظورش عکس یه چیز اتفاقا این من یاد میاره که یه سری چیزی که خیلی تئوری توطئه با هم شباهت دارن اینه که آدم های مختلف کشور مختلف تو اتفاقات که تو کل دنیا میفته رول کشور خودشونو خیلی بیشتر از اون که هست میدونن. خب هم ایرانی ها مثلا رول کشور خودشونو خیلی شدید میدونن، بیشتر از اون که هست، البته رول داره ولی خیلی بیشتر میدونن. هم آمریکایی ها خیلی بیشتر میدونن، هم مثلا چینی ها خیلی شدید میدونن. انگار مثلا تمام دنیا منتظره که ببینن مثلا تو ایران چه اتفاقی میفته که مثلا به اون واکنش بدن. یه چیز نارسیسیسم هم هستش انگار که مثلا همونجوری که آقای اسمش کی بود، این آقا که میگفته که ایرانی فهم کنن باهوش ترین آدم های دنیا هستن، مهمترین کشور دنیا هست و کلن تمام دنیا در رابطه با ایران فکر میکنن و عمل میکنن و یه خورده یه چیز نارسیسیسم هم درش وجود داره 100%. و با تئوری توطئه هم چیزه همکاری میکنه. یه چیزی مثال بذارم، مثلا ایرانی‌ها فکر میکنن مثلا همه مثلا بایدن و مثلا آیت الله ها مثلا انتخاب کردن، خب مثلا اینقدر رول داره. خب مثلا ایران سپاه پاسداران مثلا تو تمام دولت آمریکا همه جا مثلا مهره داره، از یه حرف عجیبه. ولی مثلا خود مردم آمریکا هم مثلا فکر میکنن که مثلا این ویروس کووید و اینا یک مثلا تئوری هالیوود توی آمریکا، یه ربطی با آمریکا داره. بعد میگیم که مثلا همه این ماسکا رو اصلا همش اینا الکیه، دولت آمریکا اینو بهونه کرده که مثلا بتونن مردم آمریکا رو کنترل بکنن یه هم چیزی. بعد ما مثلا میگیم خب پس چرا بقیه دنیا هم همین اتفاق داره میفته؟ یعنی اینا اصلا دنیاشون فقط مثلا آمریکاست. میدونی ازم چیه؟ یعنی اصلا یک بعضی از اینا که مثلا تئوری خودشون دارن دنیا رو دو قسمت کردن، آمریکا غیر آمریکا. اینجوری مثلا خودشون یه قسمت دنیا نمیدونن، همه دنیا آمریکاست، مثلا مرکز دنیا آمریکاست، همه چیزای دیگه مثلا یه چیزایی که دور آمریکا داره میچرخه. البته بقیه کشورها هم از این موقع اینجوری هستن، ولی این مثلا وقتی که تئوریای خودشون دارن میسازن اینجوری نگاه میکنن، اگر همه چی یه جوری ببین، هم کسایی که ضد آمریکایی هستن تو آمریکا میگن همه چی تقصیر آمریکاست، و هم کسایی که مثلا خیلی اونایی البته همه مردم ها خیلی کسایی که تئوری اینجوری رو قبول دارن ضد آمریکاییاشون هر اتفاقی تو دنیا میفته میگن تقصیر آمریکاست، و کسایی که مثلا خیلی مثلا میهن پرستن فکر میکنن هر اتفاق خوبی تو دنیا میفته به خاطر آمریکاست. یعنی جفت شدید. آره از یه سوالی سامان پرسیده اینجا از خانم توکلی عزیز که ضعف که الان بر اساس حرف شما ضعف اپوزیسیون هست یا وجود توهم توطئه در نزد ایرانیان، این شرایطی که ما الان داریم، این شرایطی که الان بین جامعه ایران حاکمه چه اپوزیسیون چه داخل، این به علت توهم توطئه هستش یا ضعف اپوزیسیون؟ هر دو، یعنی با هم دیگه ربط دارن دیگه.
تئوری توته یه سریشه، ولی که ما نمیتونیم خودمون همدیگر رو تحمل بکنیم یه مشکل کلیه. و تئوری توته حتی الان شما نگاه کنید بعد از اینکه توی غرب مثلا این کرونا به وجود اومد و مثلا یه سری در رابطه با یه سری تئوری توته داشتن در رابطه با کرونا، تمام فیسبوک و یوتیوب و اینا اومدن چیز کردن، سانسور کردن این تئوریا رو. خب این تئوریا بیشتر شد تا اینکه به جاش بعد می اومدن تمام این تئوریا رو باز توی مطبوعات صحبت میکردن در رابطهش که مردم ببینن که آقا جان این اولا یه مریضی واقعیت داره، وجود داره. مثلا خیلی هم میگفتن که خب چرا یه سری میمیرن، یه سری اصلا مریض نمیشن، این که اصلا معنی نداره. خب آنفلانزا هم همینجوریه و یه سری اصلا زیاد مریض نمیشن، یه سری مثلا از آنفلانزا هم حتی میتونن بمیرن. واقعیت رو آدم باید بیاد آزاد باز صحبت بکنه و واقعیت رو ببینه و بحث بکنه و همدیگر رو تحمل بتونیم بکنیم. حتی توی غرب و حتی به تئوری توطئه کرونا هم که میرسه باید همدیگر رو تحمل کنیم، صحبتش رو بکنیم. و مشکل اینه که ما اگه که آزادی بیان و آزادی خواهی و دموکراسی رو واقعا میخوایم، مجبور شیم با تئوری توطئه هم چیز کنیم، تئوری توطئه هم واقعا بحث بکنیم و همونجور که الان ما امروز داریم میکنیم. درسته. به نظر من خیلی مهمه. بابا یک میکروفون عادیت رو ببر بالا اگه میشه. الان درست صدام؟ صدام خوبه؟ یه مقدار بهتره. آره نزدیک میکروفون باشه. الان اوکیه؟ اوکی. آره. عرض کنم به خدمتتون که بریم سراغ، یعنی بریم سر مبحث کتاب شما. آره کتاب شما. یاسر هم یه سوالی پرسیده بود در ارتباط به کتابتون، اگه امکانش هست اول یک توضیح کوچیکی در مورد کتابتون بدین. و اینکه سوال یاسر هم اگه یادم باشه تقریبا به این صورت بود که آیا توی نوشتن این کتاب و چاپش تئوری توته هم دخیل بوده؟ بله من خودم یه سریش اصلا یادم رفته، ولی کلا در رابطه با تئوری توته زیاد صحبت میکنم در این کتاب و هم در سیاست و در خاورمیانه در محیطای مسلمونی، حتی توی دانمارک و توی کشورهای غربی و حتی توی فرهنگ ما، توی تربیت، توی اینی که ما هم دیگر نمیتونیم تحمل بکنیم خیلی موقع از تو تربیت ما هم هستش. که مثلا توی فرهنگ ایرانی مثلا میگن که بچه نباید از پدر مادرش سوال زیاد بکنه یا جواب حداقل نده، یا اینکه یه سری سوال ها رو حق نداره بکنه، یا بحث زیاد نباید بکنه. و خب اینی که مثلا ما توی فرهنگ تربیتمون هم حتی اجازه نمیدیم به اینکه همدیگر رو باید تحمل بکنیم و نظرات مختلف رو باید تحمل بکنیم، یا اینکه مثلا فلانی از تو بزرگتر تو حق نداری مثلا هم نظر باشی، باش بحث بکنی، حرف خودتو بزنی و رو حرفت وای بستی، وقتی که هم وقتی نظرات مختلف وجود داره حتی در خانواده خودتم این فرهنگ وجود داره که مثلا دایی بزرگتر تو نباید حرف خودتو بزنی، تو بحث بکنی با دایید یا مثلا با عمود یا با پدر بزرگت. حالا این خودش یه نوع اصلا کلن تحمل همدیگه سخته یه خورده توی فرهنگ خاورمیان، توی فرهنگ حتی ایران. و این خودش خب اثر میذاره دیگه. توی بحثای سیاسی هم همین جوریه، مثلا فلانی چرا اینجوری با من صحبت کرد، چرا نمیدونم رو حرف من حرف زد، یا و این رو نمیتونیم تحمل کنیم، به زود بهمون بر میخوره. و اینی که بهمون بر میخوره مشکله، باید سعی کنیم که همه چی رو چی میگن خصوصی نگیریم، یا خودمون رو اینقدر جدی نگیریم. و حتی اینی که مثلا بتونیم بگیم که آقا جان هممون اشتباه میکنیم، من تا حالا اشتباه کردم و همه میتونیم اشتباه کنیم و همه اشتباه میکنن. این چیز مهمه، شخصی فکر کنم، شخصی آره بخصم، آره منظورم شخصی بود.